رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی تلاش کرده بر فساد قاسم مکارم شیرازی یکی از مشاورانش و دریافت رشوه از سوی او سرپوش بگذارد. سلام، من رضا اکبرانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر دستگیری یکی از مشاوران خود و بعد از انتقادها به سکوت او در این باره، اتهام رشوه‌خواری به او را گمان زنی بی‌پایه خوانده و از رسانه‌ها خواسته قبل از اثبات اتهام در مرجع قضایی از خدشه به آبروی افراد دوری کنند. هفته گذشته خبر بازداشت قاسم مکارم شیرازی مشاور و بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی منتشر شد و اتهام او دریافت رشوه عنوان شد. پس از بازداشت قاسم مکارم شیرازی خبرهایی درباره نسبت فامیلی او با ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید ساکن قم مطرح شد. دفتر مکارم شیرازی با انتشار بیانیه اعلام کرد که شخص نامبرده از فرزندان یا نوادگان مکارم شیرازی نیست، بلکه از منصوبین برادر اوست. این بیانیه اضافه کرده بود وی هیچ گونه ارتباط کاری با این بیت و دفتر نداشته و ندارد و هیچگاه از جانب این مجموعه مورد حمایت یا سفارشی قرار نگرفت. خبر بازداشت محمد قاسم مکارم شیرازی توسط وزارت اطلاعات را پیشتر یک نماینده مجلس افشا کرد و محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی هم آن را تایید کرد. اردشیر مطهری نماینده گرمسار و آرادان در مجلس پیشتر گفته بود ماموران وزارت اطلاعات قاسم مکارم شیرازی را دقیقاً سر قراری که برای دریافت رشوه به صورت یورو ترتیب داده بود دستگیر کردند. در این برنامه دیدگاه همراه با احسان مهرابی روزنامه‌نگار از آلمان جزئیات پرونده فساد و رشوه‌خواری در وزارت راه و شهرسازی را بررسی می‌کنیم و می‌پرسیم آیا توضیحات ارائه شده از سوی وزیر راه برطرف کننده ابهام‌ها بوده؟ آقای مهرابی سلام، خوش اومدید به دیدگاه. درباره جزئیات این پرونده فساد و رشوه‌خواری توی وزارت راه تا حالا بر اساس اطلاعاتی که درس پیدا کرده چه می‌دونیم؟ بر اساس گزارش هایی که از این پرونده بخشش مربوط به دریافت رشوه بوده، به این معنا که مشاور وزیر به تعبیری پست های مدیریتی در این وزارتخونه یا هیئت مدیره شرکت های زیر مجموعه رو وعده میداده به افراد و در قبال اونها رشوه دریافت میکرده و به گفته نمایندگان مجلس این رشوه هم به تعبیری رشوه یورویی بوده و او بر سر دریافت قرار مربوط به دریافت یکی از این رشوه ها که رشوه نقدی بوده بازداشت شده. البته گزارش های هم هست که او به تعبیری رشوه از طریق رمز ارز یا رشوه های مشابه دریافت میکرده که بخشی از اونها هم بر اساس گزارش هایی که هست به نوعی نهادهای امنیتی تونستن بهش دسترسی پیدا بکنن. بخشی از این فساد هم مربوط به یک پرونده زمینخواری در پردیس بوده که به هر حال بجز آقای مکارم شیرازی دیگر افراد هم در اون پرونده نقش داشتن و نام برخی از اونها توسط اردشیر مطهری نماینده مجلس ذکر شده یا در فضای عمومی مطرح شده. گفته شده که به این مقامات تعدادی از مقامات شهرهای جدید وزارت راه هم گفته شده که از حوزه قضایی خارج نشن و احتمال داره که تعداد افراد دیگری هم در این پرونده بازداشت بشن. آیا توضیحاتی که امروز از طرف وزیر منتشر شده برطرف کننده ابهام ها هستش؟ عملا وزیر نه تنها پاسخی به این موضوع نداده و توضیح دقیقی نداده که مشخص شه وضعیت چه بوده، بلکه مدیر کل حراست وزارت راه و شهرسازی هم برکنار شده و به تعبیر رسانه‌ها آقای قاسمی در حالی که در تخت بیمارستان بوده دستور برکناری مدیر کل حراست را داده. مدیر کل حراست فردی هست که گفته میشه به هر حال به دلایل مختلفی در افشای این پرونده نقش داشته و از این جهت آقای قاسمی ناراحت هست که جزئیات این پرونده به بیرون درس کرده و دلیل برکناری مدیر کل حراست میتونه این باشه. احتمال داره که به هر حال تعداد دیگری از مقامات هم برکنار بشن، چون از ابتدا هم درباره انتصاب قاسم مکارم شیرازی به این سمت در وزارت راه و شهرسازی بحث وجود داشته و مطرح شده که رستم قاسمی میخواسته او رو ابتدا به عنوان مدیر کل حوزه ریاست منصوب بکنه، اما وقتی با استعلام منفی نهادهای
امنیتی و نظارتی مواجه شده او را به سمت مشاور منصوب کرده. از این جهت آقای قاسمی میشه گفت عملا نه تنها هیچ توضیح خاصی درباره این پرونده نداده، بلکه افرادی که به ظن او در افشای این پرونده نقش داشتن را هم برکنار کرده. دفتر آیت الله مکارم شیرازی در عین رد گزارش ها عملا نسبت متهم اصلی پرونده به خانواده این مرجع تقلید رو تایید کرده. ارزیابی شما از این تکذیبیه چیه؟ دفتر آقای مکارم نگفته که دقیقا چه نسبتی بین این فرد و آیت الله مکارم شیرازی وجود داشته، اما بر اساس گزارش هایی که هست اون نوه برادر آیت الله مکارم شیرازی هست و از جهتی به هر حال خودش را در فضای عمومی یا ارتباطاتی که داشته برادرزاده آیت الله مکارم شیرازی معرفی میکرده. این هم که گفته شده که به هر حال او هیچ سمت یا جایگاهی در دفتر نداشته، به هر حال ضرورتاً افراد نباید در دفتر مراجع تقلید سمتی داشته باشن که بخوان از اون استفاده بکنن. همین نسبت فامیلی هم قاعدتا در مواردی میتونه باعث سوء استفاده بشه، از این جهت که به هر حال مقامات حکومتی سعی میکنن که در میان نزدیکان یا دفتر مراجع تقلید جایگاهی داشته باشن و به هر حال چون احساس میکنن که اگر این روابط وجود داشته باشه باعث میشه که اگر مثلا مرجع تقلیدی هم میخواد علیه یک وزارتخونه اقدام انجام بده یا صحبتی بکنه، با این روابط موضوعات حل و فصل میشه. از جهتی به هر حال این ارتباط با دفتر مراجع تقلید برای بحث‌های تبلیغاتی هم برای مقامات دولتی معمولا مهم هست. از این جهت به هر حال قاسم مکارم شیرازی هم از این جایگاه خودش استفاده کرده. البته بر اساس گزارش‌های کس گفته میشه این رابطه او با رستم قاسمی به هر حال قبل از مباحث مربوط به وزارت راه و شهرسازی است و اینها از قبل با هم دیگه رابطه داشتن، به تعبیری هم استانی هم محسوب میشن و بعضی از نزدیکان آقای قاسمی هم با قاسم مکارم شیرازی به نوعی روابط نزدیک یا به تعبیری شراکت تجاری داشتن. اینا همه موضوعاتی بوده که باعث شده به هر حال جایگاه خاصی نزد رستم قاسمی پیدا بکنه. با توجه به سابقه فعالیت وزیر راه در بالاترین رده‌های سپاه پاسداران، تا چه حد میشه به امکان رسیدگی قضایی به این پرونده امیدوار بود؟ ممکنه که پرونده رسیدگی قضایی بشه، اما معمولاً سطح رسیدگی در این پرونده ها محدود خواهد بود، یعنی به همون افرادی محدود میشه که بازداشت شدن و معمولاً رسیدگی به مقامات بالاتر به خصوص مثلا وزیر نمیرسه و در یک رده خاصی متوقف میشه. از سوی دیگه مهمتر از رسیدگی قضایی این هست که آقای رئیسی یا مجلس چه واکنشی به این فساد نشون میده، چون که به هر حال یکی از مهمترین شعارهای آقای رئیسی در دو انتخابات گذشته موضوع رسیدگی به فساد بوده و او اساساً نامزدی خودش را یکی از دلایل اصلی نامزدی خودش را مبارزه با فساد ذکر کرده و سعی می‌کرده که موضوع مبارزه با فساد را به گونه‌ای جلوه بده که یکی از مشکلات اصلی کشور هست و اگر فساد حل بشه، حتی مثلا اگر تحریم‌ها یا فشارهای دیگه هم وجود داشته باشه مشکلی پیش نمیاد. از این جهت مهمتر از رسیدگی قضایی این هست که آقای رئیسی به این فساد واکنش نشون بدن و وزیر راه را بخوان برکنار بکنن یا حداقل یک گزارشی بدن که خودشون یا بازرسیشون این موضوع رو پیگیری کردن و نتیجه پیگیری چه شده. در پایان آقای مهرابی، این چندمین پرونده فساد افشا شده توی دولت رئیسی هستش. آیا با توجه به اون چه درباره پرونده فساد فولاد مبارک دیدیم، میتونیم بگیم تغییری توی سیاست و حکومت برای کش ندادن این گونه پرونده رخ داده؟ به هر حال فضا معمولا به این شکل بوده که وقتی حاکمیت یک دست می شده نهادهای حکومتی تلاش می کردن که موضوعات پرونده فساد را کمتر در فضای عمومی مطرح بکنن که این موضوع به صورت رسمی از اختلاس مشهور به اختلاس 3000 میلیارد تومانی شروع شد که آیت الله خامنه ای اعلام کردن که پرونده رو کش ندین و در اون زمان استیضاح وزیر اقتصاد هم با وساطتی که به تعبیر آقای لاریجانی کرد و حمایتی که از وزیر کرد در نهایت عملا منتفی شد. از این جهت به هر حال این موضوع در یک فضای یک دست حاکمیت بیشتر مطرح است و معمولا نهادهای حکومتی سعی میکنن که موضوعات فساد را در پشت پرده حل و فصل بکنن، اما وضعیت آقای رئیسی تا حدودی متفاوت است. یعنی دولت او در یک شرایط
خاصی شکل گرفته که حتی هم اصولگرایان هم حذف شده بودن و او در فضایی بدون رقیب رئیس جمهور شده. در این چند سال گذشته اختلافات داخلی خود اصولگرایان به شدت گسترده بوده، اختلافات مربوط به نهادهای امنیتی گسترده بوده. در ماجرای مربوط به آقای قالیباف ما دیدیم که به هر حال اون بخش‌های داخل حاکمیت یا حتی بخش‌های داخلی سپاه پاسداران یکدیگر را متهم می‌کردن به افشای این موضوع و نام برادر داماد آقای رئیسی مطرح شد. در ماجرای بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی هم مشخص شد که اینها به بخش‌های از سپاه پاسداران وابسته بودند و عملاً یک بخشی از سپاه به نوعی علیه بخش دیگه‌ای که حالا اون هم تا حدودی نزدیک به سپاه بوده افشاگری می‌کرده. در رابطه با همین مدیران کانال‌های تلگرامی آقای توانگر نماینده مجلس گفته که اینها با تعدادی از نمایندگان مرتبط بودند. این شرایط نشون میده که به هر حال درسته که حاکمیت یک دست شده و در حالت کلی معمولاً تلاش میشه که فسادها پوشانده بشه، اما سطح درگیری‌ها و منازعات به حدی جدی هست که در عمل این اتفاق رخ نمیده و بخش‌های مختلف اصولگرایان یا حتی بخش‌های نهادهای امنیتی علیه یکدیگر افشاگری می‌کنن و این را یاد گرفتن که می‌تونن به تعبیری با افشاگری همدیگر را حذف بکنن. نمونه این موضوع هم انتشار فایل صوتی فرماندهان سپاه پاسداران بود و الان هم ممکنه که مثلا جریان آقای طائب که از فضای سیاسی حذف شده یا از قدرت حذف شده، حتی این جریان که خودش سالها عهده‌دار اطلاعات سپاه پاسداران بوده بخواد یک سری اطلاعات رو به بیرون درز بده که رقباش رو حذف بکنه. برای همین در این فضای درگیری به هر حال ممکنه که خیلی از اتفاقات برخلاف اون سیاست کلی افشا بشه. بسیار سپاسگزارم از شما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از آلمان. امیدوارم از این برنامه دیدگاه بهره برده باشید.